در این ویدیو قصد داریم نسخه جدید و ارتقای یافته ای از اندیکاتور RSI رو معرفی و بررسی کنیم. این اندیکاتور با فیلتر پیشرفته ای که داره نویز های اضافه رو حذف و تأخیر RSI رو به حداقل میرسونه. با بنده همراه باشین تا با یکی از قوی ترین ابزارهای تحلیلی تکنیکی آشنا بشیم. سلام، من علیرضا هستم و اینجا کانال گلدن تریدینگ سیستم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از سری آموزش اندیکاتور و استراتژی های معاملاتی تریدینگ ویو. اندیکاتوری که در تصویر مشاهده می کنید نسخه اصلاح شده از شاخص قدرت نسبی روند یا همون RSI هست که با استفاده از یه فیلتر به نام Ultimate Smoother تأخیر RSI رو به طور قابل توجهی کاهش میده. بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال از جمله RSI به خاطر وابستگی زیاد به داده‌های تاریخی معمولاً با تأخیر مواجه هستند. البته خود RSI نسبت به بقیه از تأخیر بسیار کمتری برخوردار هست، ولی این اندیکاتور با استفاده از یه میانگین متحرک به نام Ultimate Smoother که در واقع به عنوان فیلتر در نظر گرفته شده، این تأخیر رو به حداقل رسونده. ضمناً فرمول RSI رو هم تا حدودی دستکاری کردن که اندیکاتور به جای بازه 0 تا 100 در بازه مثبت 1 تا منفی 1 نوسان داشته باشه. این اندیکاتور دوستان بسیاری از نقاط قوت RSI قدیمی رو حفظ کرده، ولی مزیتش اینه که تأخیر رو به حداقل رسونده. مادامی که این خط آبی رنگ یا همون خط RSI بالاتر از لول 0 قرار داشته باشه، شرایط صعودی رو نمایش میده. بالعکس این خط آبی رنگ پایین‌تر از لول 0 قرار داشته باشه، شرایط نزولی رو خواهیم داشت. به صورت پیش‌فرض در این اندیکاتور از دوره بالاتر یعنی 28 دوره برای این اندیکاتور در نظر گرفته شده تا رفتار مشابهی با RSI قدیمی داشته باشه. قاعده این اندیکاتور برای معاملات مبتنی بر روند با پریودهای بالاتر مناسب هست. همچنین اگر پریود اندیکاتور کوچکتر اعمال بشه با نقاط چرخش بازار بیشتر هماهنگ میشه و به عنوان ابزاری مفید برای تعیین زمان مناسب در معاملات نوسانی یا همون سوینگ تریدرز میتونه عملکرد مناسبی رو داشته باشه. برای انداختن اندیکاتور روی چارت باید وارد سرور ایندیکیتورز بشیم. در تب سرچ بار عبارت TASC Ultimate Strength Index رو وارد کنیم. این اندیکاتور هست که توسط پاین کودرز TASC طراحی شده. قبل از اینکه بخوایم درباره ویژگی‌های مختلف اندیکاتور مطالبی رو بیان کنیم، میخوام ازتون درخواست کنم که اگر فکر می‌کنید اندیکاتور یا ویدیو مناسب هست، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگرم تا الان کانال خودتون، کانال گلدن تریدینگ سیستم رو سابسکرایب نکردین، لطفاً سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید بهتون اطلاع داده بشه. بسیار خوب، همونطور که خدمتتون عرض شد، بازه حرکتی این اندیکاتور بین لول‌های 1 و منفی 1 هست، ولی یکی از مهمترین فاکتورهایی که در اندیکاتور RSI استفاده میشه، حدهای اشباع این اندیکاتور هست. برای این اندیکاتور دوستان میتونید از لول‌های 0.7 و منفی 0.7 به عنوان حد اشباع بالایی و پایینی استفاده کنید. اگه شخص کم ریسکی هستین میتونید این اعداد رو بالاتر هم ببرید. ضمناً تمامی کاربردهایی که اندیکاتور RSI داره رو دوستان میتونید با این اندیکاتور هم به کار ببرین. اگه دوست دارین کارکرد اصولی با اندیکاتور RSI رو یاد بگیرین، پیشنهاد میکنم ویدیو شماره 19 آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال که لینک ویدیو رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم رو پس از پایان این ویدیو حتما مشاهدهش کنید. در این ویدیو به صورت کامل دیدگاه‌های طراح RSI یعنی آقای ویلز وایلدر رو مطرح کردیم و اینکه چجور به صورت اصولی میتونیم ازش استفاده کنیم رو هم بهش پرداختیم. بنابراین پیشنهاد میکنم اصلا از دستش ندین، چون ویدیو انقدر جامع و کاربردی هست که مطمئنم دیدتون رو در
درباره RSI تغییر میده. ضمناً در ویدیو شماره 8 از فهرست بخش اندیکاتور و استراتژی‌های معاملاتی، یکی از سبک‌هایی که شخصاً از RSI استفاده می‌کنم رو مطرح کردیم. لینک این ویدیو رو هم براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار میدم. فقط دو تا نکته مهم رو داریم. اول، برای اینکه بتونید در تریدینگ ویو یه مووینگ اوریج تایم بالاتر رو روی چارتتون بندازین، باید وارد سرور ایندیکیتورز بشین، در تب سرچ بار عبارت EMA رو وارد کنید و یه مووینگ اوریج اکسپوننشیال بر روی چارتتون بندازین. بعد وارد تنظیمات اندیکاتور بشین، پریودش رو طبق همون چیزی که آموزش داده شده وارد کنید. ضمناً در قسمت تایم فریم تحلیلتون رو انتخاب کنید. اگه میخواین شکل نمایش این مووینگ اوریج مثل اندیکاتوری باشه که در ویدیو آموزش دادی، میتونید تیک این گزینه رو بردارین تا شکل نمایش این مووینگ هم دقیقاً مثل مووینگ اوریج باشه که برای متا تریدر 4 معرفیش کردیم. ضمناً در استراتژی معاملاتی مطرح شده که میتونید از شکست RSI برای ورود به ترید هم استفاده کنید، ولی چون این اندیکاتور تأخیرش خیلی کمتره، بهتره از شکست دره‌ها یا قله‌ها برای ورود به ترید استفاده کنید. الان روی این چارت یه مورد رو توی این ناحیه داشتیم بر اساس استراتژی معاملاتی که داشتیم. مورد بعدی هم که من دارم روی چارت مشاهده میکنم دقیقاً یه همچین حالتی بوده که طبق استراتژی معاملاتی که بهتون آموزش داده شده میتونستید ورودهایی رو در جهت تایم تحلیل داشته باشین. بنابراین اگر ویدیوهای قبلی رو مشاهده نکردین، لینکشون رو در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم، حتما مراجعه و تماشا کنید. انشالله که براتون مفید باشه. رو قله میبینمت دوست من.